کشته شدن قاضی منصوری در رومانی بود. حرف و حدیث های بسیار زیادی مطرح شد، گمان زنی های زیادی مطرح شد، گروهی اعلام کردن یا افرادی در ایران در نظام اعلام کردند که کار رومانی هست، گروهی رومانی رو متهم کردن و گفتن که باید جوابگو باشه. اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یک صحبت و یک گمانه‌زنی تقریبا بحث برانگیزی کرد دیروز و نه پریروز، ایشون اعلام کرد که گروهی در واقع مخوف در قوه قضاییه هستند که اینها مسئول قتل آقای منصوری هستند، و اعلام کرد که اینها برای اینکه آقای منصوری یک اطلاعاتی راجع به این گروه و مفاسد این گروه داشته دست به حذف آقای منصوری زدند. میخواستم نظر شما رو راجع به این گمانه زنی بدونم، و احیانا اگه بخوام این رو درست فرض بکنیم، منظور ایشون یا اشاره ایشون به چه گروهی هست و چرا تا الان اگر چون این گروه مخوفی در قوه قضاییه بودن تا الان حرفی و اشاره به اون نشده بود؟ من این رو برمیگردونم به اون منازعات درون اردوی قدرت و بحث بحران جانشینی، که خب در موضوع جانشینی یکی از گزینه ها خود آقای لاریجانی بودن. این پرونده رو ران داختن، پرونده ای که میشه گفت از آقای اژه‌ای و آقای رئیسی که 20 سالی که ایشون تو قوه قضاییه هستن، آقای طبری، از همه کارهاش میتوانستن اطلاع پیدا بکنن. حالا آمدن ایشون رو گرفتن، خود مقام رهبری هم ظاهرا تا حدودی گذاشتن تا این پرونده و موج تخریب ها شروع شه و تا حدود زیادی موقعیت آقای لاریجانی رو تضعیف بکنن. البته نمیشه گفت که مثلا این مسئله همش بازیگردانی است، نهایی مثلا یک مرکز معینی بوده و منظور از زیر مجموعی که میکنه ما متعلق به آقای خامنه ای بوده باشه، بلکه واقعیت اینه که یک منازعه جدی هم هست، منتها به دلیل اینکه این مسئله میتوانست خب به هر حال یک رئیس یک قوه که منصوب خود آقای خامنه ایه باید به یک شکلی از ایشون دفاع میکرد و به یک شکلی در کنار اینکه این مسیر داره تضعیفش میکنه و به عنوان یک رقیب کنار گذاشته میشه، ولی در یک جایی هم به دلیل اینکه خب به خودش برمیگرده و عملکرد خودش رو زیر سوال میبره که چگونه است که دستگاه های نظارتی شما تشخیص ندادن که 8 سال چه اتفاقاتی داره در قوه قضاییه میفته، اومد خب تمام قد در روز قوه قضاییه از آقای لاریجانی حمایت کردن و به دانشجویان عدالتها هم هشدار دادن که حد که حرمت نکنید و جلوتر نیایید و این مسئله رو بستن. منتها باز من فکر میکنم این موضع گیری رئیس کمیسیون امنیت ملی که پایدارش چی هم هستن، جناح تنروه به اصطلاح این بخش هستن، خب این بحث قاضی منصوری خب به یک نوعی منتسب به این بود که یحتمل وابسته به جناح لاریجانیه، یحتمل وابسته به جناح دیگه ایه. به هر شکل بحث شکاتی که در خارج از کشور روزنامه‌نگاران و سیاسیونی که علیه قاضی منصوری اقامه جرم کردند و بعضی از نیروهای حقوقدان مستقر ایران هم اونجا داشتن ایشون رو بازداشت میکردن، این گرفتاریش گرفتاری بود که برای جمهوری اسلامی رخ میداد، محاکمه ایشون محاکمه جمهوری اسلامی بود و به یک شکلی خب حذفش این روند رو میشه گفت متوقف کرد. خب حالا اینجا یه مقدارم باید فریب افکار عمومی هم داده بشه، هم به دلیل اینکه دوباره آدرس بدن به یک نوعی آخرین ضربه یا آخرین ابهام رو برای تیم آقای لاریجانی ها درست بکنن که بله ایشون یک اطلاعات چیزی داشتن و از طرف یک نیروهایی که در درون قوه قضاییه ریشه دارن ترور شده و یک آدرسی رو بدن که این آدرس لاحقاً نشانه‌اش خط میشه باز به تیم آقای لاریجانی، چون این رئیس کمیسیون امنیت مجلس در تیم آقای لاریجانی نیست، در تیم آقای رئیسی هستند، در تیم اصولگراها و پایداری ها هستند.